ولی فقیه ارتجا. رژیم مطلقاً با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. در مورد مذاکره با آمریکا خب ما مکرر گفتیم ما مذاکره نمی‌کنیم. علت چیه؟ علتش هم گفتم من، یعنی بارها در بحث‌های مختلف، اینی که مذاکره با آمریکا برای ما هیچ فایده‌ای نداره. این یک. دوم این که ضرر داره. این دو، یعنی چیزی بیفایده و با ضرر. حالا اینا رو تشریح کردیم. حالا خوشبختانه مسئولین کشور همشون متفقن بر این معنا، یعنی مسئولین اجرایی، مسئولین دیپلماسی، مسئولین اجرایی سیاسی کشور همه متفقن که مطلقاً توصیه نمیشه مذاکره با آمریکایی ها. خامنه ای اعلام کرد مذاکره مکمل راهبرد فشار آمریکاست. درباره مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی‌کنیم. خودزنی مجدد خلیفه ارتجاع، خط و نشان کشیدن برای آمریکا و اذعان تلویحی به انجام دادن عملیات تروریستی در فجیره و عربستان و عراق با تصریح بر استفاده از ابزار فشار هسته‌ای. اگر چنانچه از اون ابزار فشار استفاده کرد، اون وقت طرف رو میتوانه متوقف کنه، یا فشار رو کم کنه یا فشار رو متوقف کنه، اگر از ابزار خودش استفاده کنه. اما اگر چنانچه نه، فریب دعوت به مذاکره رو خورد، با خودش گفت خب حالا که این میگه بیاییم مذاکره کنیم، پس احتیاجی به این نیست که من از اهرم‌های فشاری که در اختیارم هست استفاده کنم، چه لزومی داره، مذاکره میکنه. اگر این فریب رو خورد، لغزیده و رفته، یعنی باخت قطعی است. تنها راه اینه. ما در مقابل فشارهای آمریکا ابزارهای فشار داریم. این ابزارهای فشار هم برخلاف اونچه که اونا میخوان تبلیغ کنند و بگن، ابزارهای نظامی و این چیزا نیست. حالا یه وقتی اگر لازم باشه اونا هم هست، لیکن اونی که مورد نظر ماست این مسائل نیست، ابزارها نیست. نه، ما ابزار فشار داریم. همین کاری که اخیراً شورای عالی امنیت ملی انجام داد و ابلاغ شد، این یکی از ابزارهای فشار. کنفرانس اسلامی، کنفرانس سران عرب و کنفرانس سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مکه درباره حملات رژیم و مزدورانش به مراکز نفتی و کشتی‌ها. رویترز: عربستان رهبران عرب را در ارتباط با حملات علیه سایت‌های نفتی گرد هم می‌آورد. رهبران عرب می‌خواهند پیامی قوی به رژیم ایران بدهند. به رغم عدم دعوت عربستان، رژیم نماینده‌ای به اجلاس سران کشورهای اسلامی در عربستان می‌فرستد. کاخ سفید: بیانیه مشترک مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی. اجرای شدن توافقنامه همکاری دفاعی برای حفظ امنیت در منطقه خلیج فارس. بولتون به رژیم آخوندی هشدار داد هر گونه حمله در خلیج فارس یک واکنش بسیار قوی از سوی آمریکا را به دنبال خواهد داشت. بولتون در ابوظبی شلیک راکت در بغداد، خرابکاری در کشتی‌ها و حمله‌های پهپادی شبه نظامیان یمن را واکنشی از جانب رژیم ایران و نیروهای نیابتی‌اش اعلام کرد. رویترز: صادرات روزانه نفت خام رژیم ایران در ماه می به حدود 400 هزار بشکه رسیده است. یک ارزیابی می‌گوید در اوایل ماه می صادرات نفت رژیم به 250 هزار بشکه رسیده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ما خواستار جنگ با رژیم ایران نیستیم. ما خواستار آن هستیم توطئه‌های سوء قصد در اروپا را متوقف کند، حمایت از تروریسم را متوقف کند، رفتار شرورانه در منطقه را متوقف کند. والستریت ژورنال: جان بولتون گفت رژیم مستقیماً حمله به 4 کشتی را انجام داده است.
یک مقام دیگر آمریکایی گفت در شب حملات به تانکرها در 12 می ناوشکن آمریکایی به نام USS میسون 20 قایق سپاه پاسداران را که وارد آب‌های فجیره شدند تعقیب می‌کرد. ارتش آمریکا نتیجه گرفت که غواصان رژیم ایران مین‌های مغناطیسی روی بدنه 4 کشتی نصب کردند که به فاصله 53 دقیقه از یکدیگر منفجر شد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سرجم شدن چندین جریان تهدیدآمیز از ناحیه رژیم ایران در یک زمان منجر به اعزام ناو هواپیمابر لینکلن و گروه ضربت به خلیج فارس شد. در صورت هر اتفاقی رژیم ایران مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم اینستکس و هر کسی که با رژیم ایران همکاری کند از سیستم مالی آمریکا منع خواهد شد. بلومبرگ دولت ترامپ نبرد خود را با متحدان اروپاییش در مورد سرنوشت توافق اتمی با رژیم ایران تشدید کرده است. بحران رژیم و جنگ گورکا بر سر ماجرای وزیر قاتل و رابطه میترا استاد با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. تکذیب ناشیانه اطلاعات آخوندی در پی اظهارات دختر نجفی. همسر نجفی ارتباط و همکاری با این وزارتخانه نداشت. هشدار کیهان خامنه‌ای ضد انقلاب در صدد است از این پرونده جنایی سوء استفاده‌های خاص خود را بکند. لزوم برخورد با تهمت زنان و شایع پراکنان و حاشیه سازان. روزنامه وطن امروز از باند خامنه‌ای شلیک به قلب اصلاحات. رسانه‌های باند مغلوب 5 بار صدای شلیک در ساختمان شنیده می شود و فصل نوعی در سیاست نظام شکل می گیرد. فصلی که جریان اصلاحات به صورت عام و کارگزاران به صورت خاص زیر فشار آن باقی خواهند ماند. هادی خامنه ای برادر ولی فقیه رژیم کسانی که برای حفظ اقتدار خود دهانها را می بندند سانسور می کنند. یا اگر رسانه‌ای دارند از طریق آن واقعیت را تقطیع و سانسور می‌کنند و حقایقی را مسکوت می‌گذارند بذر فساد و تباهی را در جامعه می‌کارند. بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در مشکی شهر و دامغان و در استان‌های خراسان شمالی و رضوی، گلستان و سمنان